سلام و درود فراوان به همگی دوستای عزیز، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امینی وایتی هستم و به کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو میخواییم بهتون آموزش بدیم که به راحتی هرچه تمامتر از یک سایت فوق‌العاده عالی DNS فوق‌العاده عالی و DNS پرسرعت بگیرید. برای ایکس باکس میتونید استفاده کنید، برای PS4 میتونید، برای تلویزیونتون میتونید، برای ویندوز، برای اندروید، خلاصه که برای همه چی میتونید از این سرویس استفاده کنید. اگر آماده اید ویدیو رو لایک کنید و این دکمه سابسکرایب رو حتما بزنید اگر هنوز نزدید، و در آخر اگر سوالی داشتید حتما برامون کامنت بذارید. مستقیم بریم سراغ آموزش. سایتی که میخوام بهتون معرفی کنم این سایت هست، شاید باهاش قبلا آشنایی داشته باشید، شاید هم آشنایی نداشته باشید، اما سایت فوق‌العاده خفنی هست. من برای PS4 و ایکس باکس تستش کردم، فوق‌العاده عالی DNS هاش جواب میده و تا حد خیلی خیلی زیادی میتونه پینگ رو بیاره پایین. پس اگر یه گیمری هستی که دنبال یه DNS فوق‌العاده خوب میگردی، چه برای ایکس باکس، PS4 یا حتی گوشه موبایلت، این ویدیو رو از دست نده. خب من لینک این سایت رو توی دیسکریپشن ویدیو براتون قرار میدم، توی کانال تلگرام هم براتون میذارم. کافیه که وارد این سایت بشید، فرقی هم نمیکنه با گوشه موبایل دارید انجام میدید یا مثل من از ویندوز دارید استفاده میکنید. بعد از اینکه وارد این سایت شدید، اینجا سمت راست نوشته Get Started، اگر نبود هیچ اشکالی نداره، وقتی که بیایید پایین تر اینجا یک گزینه وجود داره برای شروع رایگان، اما من از همین دکمه Get Started شروع میکنم. این رو میزنم، دو تا گزینه برای ما میاره. گزینه اول برای ساخت اکانت های بیزینسی هست و گزینه دوم برای ساخت اکانت های شخصی. ما با گزینه دوم یعنی ساخت اکانت شخصی کار داریم، پس من این گزینه رو انتخاب میکنم. توجه داشته باشید دوستان، اگر به IP شما مشکوک بشه یا حس کنه که شما داری از VPN بدی استفاده میکنی، بهت اجازه ساخت حساب کاربری رو نمیده. برای ایمیل هم میتونید شما از فیک میل هایی که وجود داره و این سایت قبولشون میکنه استفاده کنید. یکی از اونها رو من اینجا آدرسش رو براتون قرار میدم، توی کانال تلگرام هم براتون این آدرس رو میذارم. کافیه که وارد این سایت بشید، خودش به صورت اتوماتیک یه دونه ایمیل براتون جنریت میکنه و میسازه. اینجا میاید کپی رو میزنید، اینجا هم هنوز میبینید که هیچ چیزی برای من نیومده، و آدرس ایمیل رو اینجا قرار میدید. ازتون پسورد میخواد، باید یک پسورد سخت که شامل حروف کوچک و بزرگ، اعداد و یکی از کاراکترها باشه قرار بدید، مثل @. حالا من یک پسورد اینجا مینویسم، اینجا دوباره تکرارش میکنم، و توی این قسمت میتونید بذاریدش روی حالت گیمینگ پروفایل. من این رو انتخاب میکنم و گزینه کریت پرسونال اکانت رو میزنم تا اکانت من ساخته بشه. اگر همه چیز رو به خوبی رعایت کرده باشید، به راحتی اکانتتون ساخته میشه. کریت رو من میزنم. خب اینجا میایین وارد این مرحله میشید، میگه این بیاین پازل رو تکمیل کن، این رو میکشید اینجا، رهاش میکنید و مجددن کریت رو میزنید. دوباره اومد، چرا یه بار دیگه من میزنمش؟ کریت رو میزنم، بله حساب من تا اینجا ساخته شد. حالا اینجا خیلی مهمه دوستان، متاسفانه این سایت ماهانه باید $4 پرداخت کنید، اما یک قسمتی داره، یک ماه رایگان شما میتونید ازش استفاده کنید. بعد از اینکه یک ماه تموم شد، بیایید وارد این سایت بشید، دوباره یه دونه فیک میل بسازید، دوباره بیاید ثبت نام کنید و ادامه بدید. پس اینجا چیکار میکنید؟ میاید این گزینه رو فعال میکنید، فینیش رو میزنید تا حساب شما یا پروفایلتون ساخته بشه. حالا اینجا یک نکته بسیار مهمی وجود داره، قبل از هر چیزی شما باید ایمیلتون رو وریفای یا همون تایید کنید. پس برمیگردید توی این سایت و اینجا میبینید که دو تا ایمیل براتون اومده. ایمیل اولی که این پایین قرار داره یک ایمیل خوش آمدگویی برای وریفای کردن حساب شما است. پس اینجا شما میایید کانفرم ایمیل رو میزنید تا ایمیل شما کانفرم بشه. حالا اینجا کانتینیو رو من انتخاب میکنم. وارد این صفحه که شدید، میایید این قسمت سمت چپ رو توجه کنید، یک بار انتخابش میکنید،
اینجا گزینه اد رو میزنید تا دیوایس خودتون رو اضافه کنید. ببینید برای ویندوز، مک، لینوکس، آی او اس، اندروید داره، برای این بروزرها داره، برای این تلویزیون‌ها و مدیاها داره و غیره. اما شاید اینجا براتون سوال پیش بیاد که آقا برای PS4 و ایکس باکس ما چطور بسازیم؟ میایید قسمت TV and Media و اینجا آدر رو انتخاب میکنید، یه دونه نام براش در نظر میگیرید، فرقی هم نمیکنه. مثلا من میذارم PS4 باشه، اینجا حتما باید روی همین حالت گیمینگ باشه، اینجا اختیاری خالیش بذارید. توی قسمت آنالیز میتونید این رو فعال کنید، میتونید هم فعالش نکنید. اما اینجا ادوانس ستینگ رو که انتخاب کنید حتما باید این گزینه روشن باشه. اگر این گزینه روشن نباشه کار نمیکنه. پس این گزینه رو حتما روشن کنید. کاری دیگه به اینها ما نداریم. میاید اینجا اد رو میزنید تا این دیوایس اضافه بشه. خب همونطور که میبینید اینجا دی ان اس ها رو برای ما ساخت. 4 تا دی ان اس به ما داد، دو تاش آی پی وی 4 هست، دو تاش آی پی وی 6. شما میتونی به راحتی هر چه تمام تر از این دی ان اس توی ایکس باکس، پی اس 4، اندروید، آی او اس یا هر جایی که دلت میخواد استفاده کنی. پینگ فوق العاده عالی بهت میده و میتونی بهترین دی ان اس رو داشته باشی. حالا اگر خواستی یه دونه دیگه بسازی، اینجا میای این به اضافه سبز رنگ رو میزنی و اینجا هر کدوم رو که دوست داری و مورد نیازت هست رو انتخاب میکنی. مثلا اگر دوست داری دی ان اس روی بروزر کروم ست کنی یا روی فایرفاکس، میتونی بیای انتخابش کنی. مثلا من برای اندروید رو میام انتخاب میکنم، اسمش رو میذارم حالا اندروید، این رو میذارم روی همین حالت گیمینگ بمونه. میام پایین تر، آنالیزش اینجا باید روی فول باشه. توی این مرحله شما باید ریجن رو انتخاب کنی. یک بار که روش بزنی سه تا ریجن براتون میاره که میتونید هر کدوم رو که دوست دارید و نیازتون هست انتخاب کنید. من گزینه نیویورک رو انتخاب میکنم اینجا و میام ادوانس ستینگ رو میزنم. یک سری تنظیمات دلخواه داره که میتونید فعالشون کنید، مخصوصا این میتونید به دلخواه بیاید این رو روشن کنید و اینجا میام اد رو میزنم تا این برام ساخته بشه. خب همونطور که میبینید این برام ساخته شد. یه دونه آموزش نصب اینجا براتون میاره که اگر این گزینه رو بزنید میبرتتون به مراحل نصب و قدم به قدم بهتون میگه که چه برنامه‌ای نصب کنید و چطوری این دی ان اس رو روی گوشه اندرویدیتون ست کنید. اینجا دو نمونه دی ان اس حالا بهتون میده. این مدل دی ان اس هست که میبینید از DNS over HTTPS و DNS over TLS پشتیبانی میکنه و این هم همون DNS به صورت IP هست که بر اساس نیازتون شما میتونید ازش استفاده کنید. در نهایت این رو میبندید و الان ما اینجا دو تا DNS داریم، یکی مخصوص اندروید و یکی مخصوص PS4 که میتونیم به راحتی از هر کدوم که دوست داشتیم به مدت یک ماه استفاده کنیم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. لایک و کامنت و ساب فراموش نشه دوستان. حمایت کنید، ویدیوهای بیشتری براتون قرار میدم. موفق و پیروز باشید.